رفقا، برنامه‌مون این بود که شاسی استارت رو می‌زدیم، 5 ثانیه می‌گذشت و موتورمون که روی کانتاکتورمون بود روشن می‌شد. با استاپ هم استاپ می‌شد. اوکی. تأخیر در روشن شدن که خیلی پرکار داد. حالا می‌خوایم بیایم از این HMI استفاده کنیم. یعنی چی؟ یعنی یه تغذیه من بهش دادم 24 ولت همین، با استفاده از این کابل پروفینت وصلش کنیم به PLC و اینجا به صورت شماتیک PLC منو کنترل کنیم. پروژه ما بود یک PLC تنها بود. من میام اینجا و add new device میزنم. چی میخوام اضافه کنم؟ میخوام یه HMI اضافه کنم. برای من basic panel 7 basic و اینه. خب همیشهش اوکیه، اضافهش میکنم. اینجا برای اینکه کارتون راحت بشه، اگه این براوز رو بزنید و PLC تون رو انتخاب کنید، اون لینک کانکشن تو نرم افزار به وجود میاد. خب کارتون حالا یه مرحله ساده‌تر میشه. Next، نرمند هدر و اینا رو نمیخوام، خیلی ساده میخوایم باشه. Next، آلارم هم نمیخوام، همین صفحه اصلی خوبه. Finish. خب من الان میام اینجا که یه طراحی خیلی ساده میکنم، یه شاسی استارت استاپ موتور و بعد در نهایت اینکه بریم اینو بریزیم توی HMI. هنوز وصلش نکردم ها. طراحی ساده اون تموم شد، یه استارت یه استاپ فنم که وقتی موتور روشن بشه سبز میشه. خب من الان تازه HMI رو وصل میکنم به کامپیوتر. حالا میام اینجا و توی کارت شبکه‌ام همین آپدیت رو میزنم. خب میبینید که HMI من اومده و البته که یه مشکلی که داره اینه که چیزش یکی نیست، سابنتش یکی نیست. خب میریم تو آنلاین و قبلا بهتون گفتم این در واقع PLC سابنتش رو درست میکنم. 10 این هم 122 اساین هم میزنیم. بعد از اینکه اساین زدیم نیا کنید IPمون درست شد. الان دیگه میتونیم بریم. این مثل PLC نیست که چیزهای دیگه هم بیاره. بعد کافیه سابنت رو اوکی کنید. خب میتونیم بریم الان پروژه HMIمون که این هست رو دانلود کنیم. دانلود اینجا هم که PNI بعد کارت شبکه سرچ. خب HMI هم آورد. بله همینه، انتخابش میکنم. چند لحظه سب کنیم تا خب انتخابش میکنم و لودو میزن. سب کنیم تا لودش کنه روی دانلودش کنه روی HMI. خب بعد از اینکه این دانلود رو انجام دادید روی HMI، نباید بیاید سریع این کابل رو وصل کنید به PLC، باید دوباره برنامه هم بریزید روی PLC. خب تموم شد مثل اینکه آره. خب الان کارم با HMI تموم شده است. خب حالا من کابلو جدا میکنم. صبر کنید البته ببخشید. کابلو جدا میکنم، بعدش وصلش میکنم به PLC و برنامه رو دوباره توی خب این اوورراید بشه. لود. خب اینا هم که خیلی ساده است. البته من اینطوری طراحی نمی‌کنم، صرفا خیلی ساده زدیم برای اینکه کارو بریم جلو. و همونطور که ببینید صفحمون اومد اینجا. حالا من اینو جدا میکنم، وصلش میکنم به PLC. یه بار دیگه، چون میدونید چه این کارو میکنیم، چون داخل PLC اگه بریم توی قسمت دیوایس کانفیگوریشن اینا رو من جمع کنم. اینجا اگه بیایید و توی نتورک نگاه کنید یه لینک ایجاد شده. برای اینکه این لینک مطمئن بشیم کار میکنه، من یه بار دیگه برنامه رو دانلود میکنم روی PLC. خب سرچ این از PLC مون لود بشه. خب لود شد. لود فینیش. خب الان آماده است که ما کابل رو جدا کنیم و این دوتا رو به هم وصل کنیم.
نیا کنید من اومدم اجتماعی مستقیم وز کردم به پیت. کار قشنگتر که ما انجام میدیم توی کار اینه که یک سویچ میاریم، یک سویچ باکس میاریم و همه اینا رو به اون میزنیم و بعد یه دونه میاریم میزنیم به کامپیوترم. دیگه هی نیاز نیست این کار رو انجام بدید. حالا من از اونم براتون فیلم میگم. خب بریم روی مود ستارت. صبر کنیم تا اون صفحه زیبایی که طراحی کردیم بیاد. خب میبینید که خروجیمون خاموشه. آماده گرفتن دستوره. میزنیم. بعد 5 ثانیه بعد عمل کن. خب عمل کرد. فنم اون انیمیشنی که تعریف کرده بودم براش کار نکرده. حالا احتمالاً تو برنامه تگی چیزی اشتباه زده. ولی میبینید که خروجیمون روشن شد. دوباره استاپ. این هم احتمالاً تگش مشکل داره. بریم این دوتا رو اصلاح کنیم و برگردیم. اینجا اشتباهی که انجام داده بودم یه دونه از ست بیتا رو اشتباه نمیشته بودم. شما حواستون هم شده جمع کنید. خب وستش کردیم و بریم سراغ تستا. استارت رو میزنیم. 5 ثانیه بعد. کار کرد. خب نگاه کنید فنمون هم روشن شد. حالا داره چشمک میزنه به رنگ سبز. خب حالا استاپ. دوباره یه بار دیگه استارت. 5 ثانیه بعد نگاه کنید خروجی انرژایز میشه. رله بله روشن شد و بعدش هم استاپ به همین سادی.